آیا شرم‌آور نیست وقتی میگویی از داخل کشور به تو توصیه شده که به دوستان در جلسه بگویید رعایت موقعیت دوستانتان موسوی و کروبی را بکنند و نگویند که این افراد مهره‌ای نیستند و یا مورد حمایت از ملت نیستند و نخواهد بود؟ یعنی سیاه‌بازی کنید، هی پروپاگاندا کنید، هی براشون ادورتایز کنید، هی ما پول میفرستیم شما حسین حسین میر حسین کنید، هی جلسه این ور اون ور بذارید، هی نمیدونم گرد همایی بذارید. نوری‌زاده دیدی چجوری این تلویزیون توی وایس آف امریکا، تو رایدا بی بی سی، تو رادیو فردا، تو تلویزیون شهرام همایون، تو الشغل و لوسط، تو تلویزیون پرستی، همه جا رفتی در این یک سال؟ من تک تنها جلوت وایسادم، جلو تو نه، جلو هزار تا مثل تو. دیدی موسوی رو به چه روزیش انداختم؟ اون زمان که خاتمی رو آوردین 8 سال به ملت ایران، اون موقع هر تلویزیونی من میرفتم آقای شجره دم در تلویزیون، آقای سکویی میبخشید ما نمیتونیم، معذوریم از پذیرفتن شما، یا همون یکی شهرام، یا اون یکی، یا اون یکی، یادتونه؟ مجبور بودم تو پلتاک با تون بجنگم. تو واقعا آدم بی شرمی هستی نوری‌زاده. آیا خودت شرم نمی کنی وقتی از اعتبار موسوی و کروبی در میان ملت ایران سخن می گویی؟ یک بار تو به اندازه انقدر شرف تو وجودت بود، انقدر شرف و ناموس داشتی بیای در مورد دوران 7-8 ساله موسوی و جنایاتی که در اون زمان صورت گرفت، انقلاب فرهنگی، بستن 4 ساله دانشگاه ها، امثال همین مخملباب پشت موتور میشست با چاقوی موکت بری دانشجوهای ما رو پشت با چاقو میزدید، یادتون رفته؟ یادت خودت کلا خود گذاشته بودی با اسلحه اینجوری مثل یک دونه تاپالهی که یک دونه گاو انداخته باشه نشسته بودی با اسلحه و کلا خود پشت موتور اون روزا تو خیابونا میگشتی؟ عکست هست. از کدوم اعتبار، از کدام رهبریت صحبت میکنی؟ زنازاده، بچه آخوند، بچه محضردار، یادت چه مجیزی از رفسنجانی میگفتی زمانی که اون حرومزاده ازبک دزد فاسد دو دوره رئیس جمهور بود، دو دوره رئیس مجلس بود، یادت چی می چه کار میکردی براش؟ تو و همون حشمت تبرزدی که الان میگن میگیرن پسر خاله یه نمیدونم دختر خاله یه پسر خواهر شطور بزرگ، چه کردین شما؟ پرونده همتون زیر بغل منه. حالا همون تبرزدی رو هم دابود یکی دو سه ما دیگه میفرستنش آمریکا، تو زندانه دیگه، عکس ازش میگیرن، اون لاغر میشه، اینجوری میشه دیگه. گنجوری یادتونه چه عکسایی ازش رو توش میکردن میگرفتن وقتی اومد اینجا؟ ما دیدیم مثل یه تاپاله اومد اینجا، خون از لپاش میچکید. آیا شرم نمی کنی نوری‌زاده وقتی از اعتبار موسوی و کروبی در میان ملت سخن میگویی؟ کدوم اعتبار، کدوم رهبریت؟ آیا تصور میکنید ملت ایران هنوز نادانند که بر هر کس و ناکسی در مقابل دوربین، خصوصا آدمای امثال تو، دیگه توف روتون بندازن؟ یه سری بچه اطلاعاتی یا یه سری بچه هایی که تو تهران نشستن پشت تلفونا و همه با هم هستین و همه تون میدونین کیه و به کی باید نون قرض بدین و چیکار کنین، هوای هم دیگر رو دارین. دیدی بعضی وقت تو کشیدت میزنن پس گردنی 4 تا از این لات و لوتای اطلاعاتی میان رو خط ازت دفاع میکنن؟ در واقع از پروژه سبز موسوی شورای امنیت ملی دفاع میکنن که تو داری نوکری و جارو کشیشو میکنی؟ سی سال ملت ایران رو نادان شمردید،
ولی ملت ایران امروز به خوبی میدونه شما به خاطر دستمزد از موسوی و کروبیه که براشون اعتبار قائل هستی. تو حرومزاده هر کجا استخون باشه، هر کجا پول باشه، همون جایی. آیا ارباب قدیمیت محمد خاتمی نظریه‌ای که در مورد موسوی و کروبی داد رو شنیدی؟ من برای اون سک پدر هم ارزشی قائل نیستم، جز خیانت، جز جنایت، جز دشمنی، جز بی‌حرمتی به بچه های میهن من خاتمی کار دیگری نکرد. ولی یادت اربابت بود؟ یادت 8 سال براش چه کردی؟ مگه همون خاتمی کسافت بر نگشت در مورد موسوی و کروبی گفت اگر من فردا بیام انتخابات باشه هر دوی اینا رو میذارم تو جیبم و از این صحبت ها و این گونه مسائل اشتباه کردن و نباید و این گونه مسائل. اونم حرومزاده تر از توه خاتمی، از دو نوری زاده. شما آخوند آخوندزاده ها، شما بی پدر و مادرها، شما یه قشری هستید که به طور کلی باید الیمینیت بشید، دیمینشت. شنیدی خاتمی گفت که این سرمایه گذاری بدی بود که اصلاح طلبان کردند؟ موسوی و کروبی در میان ملت چه در درون و چه در برون از کشور دارای هیچ اعتباری نیستند. اگر 4 رسانه‌م و 4 تلویزیون و 4 رادیو و 4 توده‌ای و 4 اکثریتی و 4 از این نقاب به چهره های موسوی چی و این مصدق چی هم موسوی این حرفا میکنن، اینها همواره نوکران حکومت اسلامی از بد به تولدش بودن. موسوی و کروبی در میان ملت چه در درون و چه در برون از کشور دارای هیچ گونه اعتباری نیستند. این گفتار سید محمد خاتمی، کسی که مدتی قبل تو خودتو براش جر می دادی، براش سینه می زدی، در مورد این دو طفلان مسلم یعنی موسوی و کروبی بود که گفت سرمایه گذاری بدی بود که اصلاح طلبان کردن. موسوی و کروبی اینو خاتمی گفت، در میان ملت چه در درون و چه در برون از کشور دارای اعتبار نیستند. یکی دیگر از یاران تو نوری زاده که به اصطلاح از آزادی خواهان کردستان بودند و خود یکی از شرکای ننگین انقلاب جمهوری اسلامی به شمار میرند، حال مدعی و صحبت از خلقهای ایران میکنند و ادعا دارند که در 31 سال گذشته تنها گروهی بودند که مبارزه کردند و حالا خوشنودند که دیگر هم به مبارزه برخواستند و هم به اینها کمک میکنند تا خلقهای ایران به آرزویشان برسند. چند تا وظیفه رو داری در آن واحد کتوله مفخور داری انجام میدی؟ هم داری امور تجزیه کشور رو داری سر و سامون میدی، هم داری رو موسوی کار میکنی، هم هر کسی. نوریزاده رفیق شهرام همایون، تصور کنم ملت آزادی خواه ایران با درایت خواستار سرنگونی کلیت این رژیم جنایتکاری است که تو و دیگر اربابانت خواستار اصلاحش هستید و دست شما نوکر صفتان و رقاصان سیاسی برایشان باز شده و تنها عده‌ای غیر ایرانی هستند که هنوز تصور میکنند امثال تو و محسن سازگارا و اکبر گنجی و یه مش بی پدر و مادر حرامزاده نظیر شماها با کمک مالی سبز علوی و دولت‌های بیگانه تریبون‌های خارج از کشور رو اشغال کردید. شما مهره‌ای باشید که منافع اونها رو با خیانت به ملت ایران برای بیگانگان، شما مهره‌هایی هستید که برای خدمت به آنها و برای منافع آنها 30 سال دارید به ملت ایران خیانت میکنید. به هر روی شما قابلیزان سیاسی، شما فاحشه ها و رقاصان سیاسی هستید که هر روز به آهنگی که منافع شما دجالان و دروغگویان سوس اراده رو تأمین کنه به طور حتم تغییر جهت و با هماهنگی ادامه به رقاصگری، به رقاصگی، به رقصگری برای اون پروژه جدیدی که جلوتون میندازن میپردازن.